دوستای خوب و نازنین، در بخش آخر برنامه خیلی زیاد خوش آمدین. بخش یک سفر یک چکر است و ما قرار است امروز در یکی از ولایت های زیبای کشور ما، ولایت جاوزجان، سفر کنیم و چکر بزنیم، معلومات خود بالا و بالاتر ببریم. و امروز قرار است مورد اقتصاد ولایت زیبای جاوزجان و شما دوست خوب معلومات بتون. سلام مریم جان، خوب هستی؟ سلام به فالگرک جان نازنین، تشکر. من خوب هستم. خودت چطور هستی؟ کجا بودی فالگرک جان؟ من؟ بله؟ در جنگل خوشبختی بودم. آها، خب ایروزا که از نزدیک امتحانات هست و کل دوستایتم شکایت میکرد که ما امتحان ماست، ما درس نخوندیم فلان. خودت چطور، درس خوندی یا نه؟ بله من درس نخوندم. آفرین مریم جان. بله؟ من خود دوستم سلام علیکی کنم. آه سلام به تو بر دوستای ما. سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و صحتمند باشن. بله و دوستای ما میگه که بسیار زیاد تشکر فالگرک جان که احوال ما را پرسیدی. درست است؟ مریم جان. بله؟ من شنیدم که در ولایت جاوزجان میخواییم سفر کنیم. بله بله درست شنیدی. خب برم دیگه. خب برم دیگه، بیا برم. بریم. خب سفر ما سفر علمی هست، معلوماتی هست. من میخواستم با فالگرک جان شوخی کنیم، یعنی که بیا که برم دیگه، برم ولایت جاوزجان. اما فعلا بله. که نمیشم، باز بخیر انشاءالله در آینده ها حتما میریم. خب امروز خوب است در مورد اقتصاد ولایت زیبای جاوزجان برای فالگرک جان نازنین برای دوستای معلومات بتیم. میکیم ولایت جاوزجان ولایت است که به سمت شمال کشور عظیم افغانستان موقعیت داره و ما در مورد موقعیتش و جغرافیایش و همچنان ولسوالی هاش قبلا بر دوستای ما معلومات داده بودیم. و دوستای خوب و نازنین میگه که ولایت جاوزجان که از زمین های زراعتی بسیار زیادی داره و بیشتر مردمشان یا 70% مردم ولایت زیبای جاوزجان و زراعت مالداری مشغول هستن و مصروف کاربار می باشن. خب دیگه. بله مریم جان. بله من یک سوال داشتم. بفرمام. چند نوع میوه شو بر من نام میبری؟ بله بسیار خوب است. در ولایت زیبای جاوزجان میوه بسیار مزه‌دار پیدا میشه، مثل انگور پیدا میشه که دوستان میتونن نوشیجان کنن، همچنان زردالو که بسیار مزه‌دار هست، شفتالو، ناک، میوه خشک مثل بادام، چارمغز، آلو بخارا، سیب، اینا میوه های هستن یا میوه تازه و میوه خشک هستن که در ولایت زیبای جاوزجان پیدا میشن. و همچنان گلاجات هم پیدا میشن، مثل ماش پیدا میشن، گندم، جو، جواری، دگن نخود، زیره، اینا همچنان در ولایت زیبای جاوزجان پیدا میشه که ما و شما میتونیم که وقتی رفتیم از اونجا باز برن نوشیجان کنیم. بله؟ من مطمئن هستم این میوه ها و قلار بسیار دوست دارم. بله همگی ما شما. تو دوست داری؟ خب البته که دوست دارم، چون من میخورم، همیشه نوشیجان میکنم تا اینکه صحتمند باشم. مریم جان. بله؟ کدام میشه زیادتر دوست داری؟ مثلا چی منظورت؟ مثلا از میوه ها. میوه ها راستش فالگرک جان، من امی تمام میوه ها را دوست دارم، امی هم مگیش اقدر دوست دارم و هر چقدر که بخورم باز دلم میشه که باز برم میوه بخورم، کلش دوست دارم. خب مامان مترستو. بله هیچ میوه ای نیست که من از او بعدیم بیای مثلا یاد دلم نشه که بخورم، من کلش خوش دارم. دوستای مامان البته دوست دارن دیگه. بله البته که دوست دارم. و فالگرک جان میگه که زمینای زراعتی یا زمینایی که برای کشت هستن دولت جاوزجان خیلی زیاد هست، اما متاسفانه چون آب ثابت نداره یا آب بیشتر ندارم بعض زمینایشان اما تو خشک باقی میمونه و در اونجا هیچ کشت نمیشه دیگه. بله. خب بریم طرف صنایع دستی ولایت زیبای جاوزجان ببینیم که مردم عزیز ما که در ولایت زیبای جاوزجان هستن مصروف چی صنایع دستی هستن و چی کارهای دیگه را انجام میتن. بله؟ صنایع دستی چی رقم است؟ همین مثلا یک مثال برش بده؟ مثلا قالین بافی. خب دیگه؟ یکی از صنایع دستی هست، مثلا مسگری، مثلا زرگری، قالین بافی، گیلم بافی، نمد بافی، خامک دوزی، اینا همگیشان صنایع دستی بودن که در ولایت زیبای جاوزجان مشهور است و مردم عزیز ما مصروف ای مثلا ساختن امینا هستن. و قالین آقچه یکی از قالین هایی است که بسیار زیاد با ارزش هست و مقبول هست و مردم عزیز ما چیکار میکنه؟ قالین آقچه رو میبافن و حتی میگه که به خارج از کشورم صادر میشن. بله.
بله. دیگه خب... معلومات بگو درباره‌اش. فالگیر جان وقت ما شما تمام شده و انشالله معلومات بعدی را برای فردا بر دوستان میگم. درست است؟ درست است. خب دوست خوب و نازنین، جهان سپاس که بنندی برنامه خودتان بودین. انشالله که از بخش های برنامه امروز ما لذت برده باشین و خوشتان آمده باشه. ای بود از برنامه امروز ما. تا برنامه های بعدی خداحافظ و نگهدارتان. با خودتان خوش. کودک و نوجوان.